با سلام و حضور تمام هموطنان فارسی زبان در هر جای دنیا، امروز میخواستم ازتون اجازه بگیرم در مورد مسائل پروستات صحبت کنم. من یک اورولوگ هستم در هلند، فعالیت های پزشکی ما انجام میدم و پروستات یک ارگانی که زیر مثانه قرار داره در مردها و اساسا با سالمند شدن مردها این قده، این ارگان شروع به بزرگتر شدن میکنه. اگه اجازه داشته باشم میخوام تصویر شماتیک که این ارگان رو بهتون نشون داده بشم. این سیستم جنسی مرد ها، از همونجا که توجه میکنید، بیزه، آلت تناسلی، پروستات و مثانه هست. پروستات یکی از ارگانی که زیر مثانه قرار داره و کارش در واقع لیکویفیکیشن، یعنی فختخ کردن اسپرما و اجازه دادن به اسپرم برای حرکت به سمت تخمک هست. با سالمند شدن مردها اساساً تستوسترون، یعنی هورمون مردانه مردها، پایین میاد و این ارگان شروع به رشد میکنه، حجمش زیاد میشه. شما میتونید تصور کنید این لوله های ادراری، مجاری ادرار که از درون پروستات رد میشن، با بزرگ شدن حجم پروستات این مجرا در واقع تنگ میشه و آقایون سالمند چند تا مسائل ادراری پیدا میکنن، یعنی تکرر ادرار پیدا میکنن، شب ادراری پیدا میکنن، شب مجبور میشن از تختشون خارج بشن تا ادرار کنن، تا مثانهشون تخلیه کنن. و این مسئله بسیار آزاردهنده است. گاهی اوقات از بیماران میشنوم که مدت زمان ادرارشون طولانی میشه، قدرت جهش ادرارشون بسیار پایین میاد و این ارگان پروستات در سن بالا مسئله ایجاد میکنه. مسئله دومی که در پروستات ایجاد میشه سرطان پروستات هست. در قسمت های اروپای شمالی حدود 1 به 6 مرد لایف تایم ریسک داره، یعنی در طول دراز مدت ریسک گرفتن سرطان پروستات رو داره. سرطان پروستات انواع مختلف داره، بعضیاش خیلی آروم رشد میکنه و مسئله ایجاد نمیکنه، ولی بعضیاش میتونه تخمپاشی کنه به استخوان‌ها و به ارگان‌های دیگه و مسئله زیادی رو ایجاد کنه. اون تیپ دوم سرطان پروستات بسیار مهمه و از طرق مختلف میشه این رو به دیاگنوز گرفت، یعنی تشخیصش داد. یکی از کارهایی که یک اورولوژ انجام میده، یعنی که متخصص کلیه و مجاری ادرار انجام میده در آقایون سالمند که مسئول ادراری دارن، پروستاتشون رو از طریق مقعد چک میکنه. اگر این کنسیستنسی یه پروستات جالب نباشه، یعنی قدهی درش باشه که احساس بشه، میتونیم درون این ارگان رو بایوپسی انجام بدیم، نمونه برداری کنیم تا ببینیم که آیا سرطان هست یا نه. اگر سرطان پروستات بود، بر طبق تیپ سرطان پروستات میشه بعضی از معالجه ها رو با صحبت با بیمار و خانواده بیمار تصمیم گرفت. یکیش از یعنی عمل جراحی پروستات و خارج کردن پروستات از درون شکم هست که این در حال حاضر با ربات انجام میشه، داوینچی متد در اروپا و آمریکا، و بسیار متد قوی است. بعضی از عوارض جانبی که این عمل داره اینه که مردها کنترلشون رو ادرار کمتر میشه یا ادرارشون رو دست میدن. مسئله دوم اینه که قدرت جنسیشون رو دست میدن، قدرت گرفتن ایرکشن و محکم شدن آلت تناسلیشون رو دست میدن. راه های دیگه درمان سرطان پروستات اشعه درمانی هست، چه از طریق درون پروستات با رادیواکتیو متریال، چه از درون خارج از پروستات و حمله اشعه به قده پروستات. راه های مختلفی هم هست که فوکال تراپی بهش میگن، یعنی در یک قسمتی که سرطان وجود داره میتونی بهش حمله کرد و اون رو از بین برد از طریق انرژی مختلف یا از طریق سرد کردن پروستات، کریوتراپی، این قدرت رو میشه از بین برد. راه دیگه ای که هست، یکی سرطان پروستات مثل سرطان پستان
بسیار هورمون آفانکلیک، هورمون حساس به هورمون. شما اگر هورمون مردان از بین ببرید یعنی از درون بدن خارج کنید یا باش مبارزه کنید، بدونید رشد این سرطان پروستات رو کم کنید. اگر در مورد سبب و مسبب صحبت کنیم، ایجاد سرطان پروستات در یک خانواده شانس افراد رو میبره بالا. ما در کتاب های مقدسمون نوشته شده که اگر یک همخون شما سرطان پروستات داشته باشه، شانس شما برای سرطان پروستات 3 برابر بالاتر میره. اگر این همخون، 2 تا همخون در خانواده باشه، شانس سرطان پروستات 5 برابر بالا میشه. مثل اینکه 2 تا برادر ایشون یا پدر و برادر ایشون سرطان پروستات داشته باشه. اگر پدر، برادر و عمو داشته باشن، شانس ایشون 11 برابر بالاتر میشه. یعنی خیلی قوی رشد میکنه، اکسپوننشیال میره بالا. پس بنابراین اگر در مورد دلیل گرفتن سرطان پروستات صحبت کنیم، وجود این مطلب در خانواده بسیار مهمه. پس بنابراین اگر در خانواده تون همچین مسئله پیش میاد و حتی اگه سرطان پروستات پیش میاد، شما ریسکتون در مورد گرفتن سرطان پروستات بالاتره. لطف کنید که سالی یک بار یک چک را انجام بدید. الان اثبات شده با استودیوهای بزرگ که امکان مرگ رو کمتر میکنه اگر شما این چک را انجام بدید برای پروستات توی یک سن خاصی، توی 5 و 6 سالگی تا 69 سالگی کاملا میزان مرگ رو میره پایین اگر شما سال به سال چک بشید. چک شدنش هم از طریق مقعد هست که یک اورولوژ پروستات رو چک میکنه. این تست دقیقی نیست، ولی تستی که اگر شما سرطان رو پیدا کنید امکان سرطانش هست، ولی اگه چیزی پیدا نکنید، اینکه شما سرطان ندارید نیست. پس اگه چیزی پیدا کردید، این در واقع یه حالت ایندیکیتور هست، نشانه هست که شما باید دنبال این کار برید. دوم اینه که در خونتون میتونید تومور مارکر اندازه بگیرید، PSA Prostate Specific Antigen، یک تومور مارکر که یک ماده شیمیایی که یک گلیکوپروتئینی که در خون مرد ها ایجاد میشه، اگر یک سطحی بالاتر بره نشان دهنده سرطان پروستات. پس میتونید از طریق مقعد پروستات رو چک کنید، از طریق خون پروستات رو چک کنید و از طریق تست های مختلف مثل MRI یا اکوگرافی، سونوگرافی که من الان با این دستگاه خودم میتونم کار رو انجام بدم و از طریق فنی پروستات رو کاملا در بیلد داشته باشم. Radio.